مثبت یعنی الکترون گرفته یا از دست داده، یعنی الکترون از دست داده، بارش مثبت شده. الکترون بارش منفی بود دیگه، بار منفیه کنده شده مثبت شده. ابتدا آرایش الکترون خنثی را رسم میکنیم، سپس به تعداد بار مثبت از لایه آخر برمیداریم. ابتدا بیا آرایش الکترون خنثیش را رسم کن، ببین چند تا الکترون از دست داده، بار مثبتش از لایه آخر بکن. نگاه کن، مثال من چیه؟ منیزیم 12. آرایش الکترون منیزیم 12 رو بیاید با هم رسم کنیم. 1s2 2s2 2p6 3s2. چند تا الکترون از دست داده؟ دوتا. از زیلای آخر دوتا الکترون بکن، دوتا میکن. آرایش به چی خط شد؟ به 2p6. آرایش الکترون منیزیم 12 mg 12 دوباره مثبت میشه این. پس برای آرایش الکترون یون ها، کاتیون ها، ابتدا آرایش الکترون خنثی‌اش رو رسم می‌کنی، بعد به تعداد بار مثبت از لایه آخر الکترون می‌کنی. برای آنیون ها چه گری سرمون بگیریم؟ برای آنیون ها گفتم ابتدا تعداد الکترون ها رو به دست می‌آوریم. ابتدا چی می‌کنی؟ تعداد الکترون به دست میاریم، سپس آرایش الکترونی رو رسم میکنیم. آقا آنیون یعنی بار منفی، بار منفی یعنی الکترون گرفته، پس به عدد اتمیش الکترون اضافه میشه. ابتدا تعداد الکترون به دست بیار. فسفر 15 15 تا الکترون داره، سه بار منفی، سه تا هم گرفته، یعنی 15 به علاوه 3 میشه چند تا الکترون؟ 18 تا الکترون. با هم رسمش کنیم. بگو 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. تموم شد. آرایش الکترونش این شد. پس برای آرایش الکترون یون ها، کاتیون آنیون، برای کاتیون ابتدا آرایش الکترون خنثی‌اش رو رسم کن، بعد به تعداد بار مثبت الکترون بکن. برای آنیون ورداشتیم، گفتیم ابتدا الکترون به دست، سپس آرایش الکترون رسم. بچه‌ها میخوام وارد یه قسمت حساس شم. اون روش تستی هایی که بهت میگفتم خیلی خاص و نابن، اون روش تستی هایی که میگفتم قراره باهاشون بتره کنی، قراره بهترین اتفاقا رو رقم بزنی باهاشون، سرعت کارتو میبره بالا. اینجاست حواست خیلی خوب بهشون باشه. ببین میخوام چی کار کنم. شما از طریق آرایش الکترونی میتونی تعیین دوره و گروه کنی. یه سری از سوال هایی که هم تو کنکور سراسری، هم تو کنکور سراسری، هم تو آزمون آزمایشی با آرایش الکترونی ترکیب میشه تعیین دوره و گروهه. برای تعیین دوره و گروه دو تا رابط میگم، هم تستی هم تشریح. خب تشریحشو که بلدی، اما تستیش هم نگاه کن، جالبه. بچه ها برای تعیین دوره تو را قرآن جان عمه هاتون حواسا جمع جمع نپیچید بری، یا خیلی حساس این تیکه. وای وای وای، تعیین دوره آرایش الکترونی بلد نیستی فدا سره، یعنی قراره یه روش تستی بهت بگم که اصلا آرایش الکترونی بندازی دور. روش تشریحیش چیه؟ اول بریم تشریحش. روش تشریح با استفاده از آرایش الکترونیه. یادت باشه بزرگترین شماره لایه N همان شماره دوره است. اول تشریح رو دارم میگم بعد تستی، صبور باش. بزرگترین شماره لایه N همون شماره دوره است. یعنی چی؟ آقا اینجا آرایش الکترونی، به 5 رسیده، پس دوره چنده؟ 5. بزرگترین لایه N بزرگتر اینجا 4، پس دوره چنده؟ 4. اینجا 4، پس دوره چنده؟ 4. اینجا بزرگترین شماره لایه 4،
پس من میفهمم دوره چهاره. اینجا آرش الکترونی رو حذف کردم، دیدم به 5 رسیده. پس بزرگترین شماره ان لاگ لایه 5، پس دوره 5. این با استفاده از آرش الکترونی بزرگترین شماره ان یا لایه همون دوره چنده؟ دوره 5. همون شماره دورمونه. آقا اگر شماره ان لایه به 5 خط بشه دوره 5، اگر به 4 خط بشه دوره 4. اما آقا من اومدم برداشتم یه سری نکات بهت گفتم. گفتم اگر آرایش الکترونی تو به 400 رسید، یعنی 20 الکترون. ببین گفتم 400 20 تا 500 38 تا 600 7 56 تا 800 788 تا. گازهای نجیب رو همتون حفظید. گازهای نجیب چی بود؟ هلیوم 2، نئون 10، آرگون 18، کریپتون 36، دیگه زنون 54، بعد رادون 86. هلیوم دوره چنده؟ دوره اول. یعنی قبول داری بعد از هلیوم دوره دوم شروع میشه؟ هلیوم دوره دو شروع میشه، میرسه نئون 10. یعنی نئون 10 انتهای دوره 2ه. بعد از نئون دوره 3 شروع میشه، یعنی آرگون انتهای دوره چنده؟ دوره 3. یعنی بعد از آرگون دوره چند شروع میشه؟ 4. یادته میگفتم 400 چند تا الکترون؟ 20 تا. 401 19 تا، 420. کریپتون انتهای دوره 4ه، یعنی بعد از کریپتون دوره 5 شروع میشه. یادته میگفتم 538 تا، 537 تا، 538. یعنی زنون انتهای دوره 5، بعد از زنون دوره 6 شروع میشه. پس 600 میشه چند تا؟ 56 تا. 613 55، 600 56. یادته میگفتم رادون الان انتهای دوره 6، بعد از رادون دوره چند شروع میشه؟ 7. یادته میگفتم 788 الکترونه؟ 71 87 تا، 788 تا. دقیقاً اینجا رو ببین. میخوام به این نتیجه برسم. تلورانس گازهای نجیب و حفظ باش. بعد از هلیوم دوره 2ه، بعد از نئون دوره 3ه، بعد از آرگون دوره 4ه، بعد از کریپتون دوره 5ه، بعد از زنون دوره 6ه، بعد از رادون دوره 7ه. اعداد طلایی هم باش اثبات کردم. دیدی من هر چیزی که میگم بی حکمت نیست؟ تو الان برای تعیین دوره اصلا نیاز به آرایش الکترونی نداری. گوره بابای آرایش الکترونی. اینجا رو ببین. SN 50، 50 عدد اتمیش میشه بین 36 تا 54 دوره 5. کادمیوم 48، 48 عدد اتمیش میشه بین 36 تا 54 دوره 5. بالا اینا رو تعیین دوره کردم. AS 33، AS 33 میشه بین 18 تا 36، پس دوره 4. عرضم به حضورت اورانیوم 92، 92 از رادون بیشتر میشه دوره 7. فهمیدی چی شد؟ این تلورانس حفظ باش. هلیوم، نئون، آرگون، کریپتون، زنون، رادون. بعد از هلیوم دوره 2، بعد از نئون دوره 3، بعد از آرگون دوره 4، یعنی بین آرگون و کریپتون دوره 4، بین کریپتون و زنون دوره 5، بین زنون و رادون دوره 6، بعد از رادون دوره 7. الان بهت عنصر میگم، سری دورهشو بهم بگو تو چت روم. سری دورهشو بگو. بچه‌ها سری دورهشو بهم بگید. یود 53 دوره چنده؟ یود 53.
یود 53 آی 53 53 میشه بین 36 و 54 میشه دوره 5. مثال بعدی تالیوم 73 عدد اتمی 73 دوره چنده؟ سریع بگو، سریع بگو، همه بگن، همه بگن، نخوابی. بقیه بقیه اوکی. مثال بعدی سی و 29 مثل 29 عدد اتمیش 29 دوره چنده؟ سریع بگو. ببین توی تلورانس بین چند و چند قرار داره، سریع بگو. مرسی، مرسی تینا، مرسی کیمیا، مرسی. دمتون گرم. نیلوفر، نیلوفر دقت کن. خب یه مثال دیگه بزنم. عدد اتمی عنصری که 62 دوره چنده؟ عنصر فرضی x 62 دوره چنده؟ سریع بگو. بقیه 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 دمتون گرم، دمتون گرم. آقا همه فهمیدید؟ تعیین دوره رو کسی از مشکل داشته باشه؟ اونایی که اوکیان اوکی بزنن، اوکیان اوکی بزنن. تینا 62 میشه بین 54 تا 86 پس میشه دوره 6 دیگه. همه فهمیدن؟ کسی نفهمیده بدون رو درواسی خجالت یک بزنه. دوباره توضیح بدم، هر کی نفهمیده یک بزنه. خب دیگه زهرا هانیه دقت کنید. زهرا هانیه گازهای نجیبو که حفظید، هلیوم، نئون، آرگون، کریپتون، زنون، رادون، گازهای نجیب گروه 18 جدول تناوبی بودن، یعنی انتهای هر دورن. هلیوم که انتهای دوره اوله، بعد از هلیوم دوره دو شروع میشه، پس نئون میشه انتهای دوره دوم، بعد از نئون دوره سه شروع میشه که آرگون میشه انتهای دوره سه، پس بعد از آرگون دوره چهار شروع میشه. یادت من گفتم 420 الکترون دقیقا بعد از آرگون دیگه وارد لایه 4 شدن. 431 نوزن کریپتون انتهای دوره 5، انتهای دوره 4، پس بعد از کریپتون دوره 5 شروع میشه. 538 زنون انتهای دوره چنده؟ انتهای دوره 5، پس بعد از زنون دوره 6. رادون انتهای دوره 6، پس بعد از رادون دوره 7. من گفتم گازهای نجیبو به صورت افقی حفظ باش، بعد از هلیوم دوره 2، بعد از نئون دوره 3 یا لایه 3، یا بعد از آرگون دوره 4 یا لایه 4، بعد از کریپتون دوره 5 یا لایه 5، بعد از زنون دوره 5 یا لایه 6، بعد از رادون دوره 7 لا لایه 7. زمانی که من میگم SN50 ببین عدد اتمیش کجاست؟ بین 36 و 54 پس میشه دوره 5. زمانی که میگم آرسینیک 33 ببین عدد اتمیش بین چند و چنده؟ بین 18 تا 36 پس میشه دوره 4. یعنی برای تعیین دوره نیاز به آرایش الکترونی نداری، همین مسیر رو حفظ کن فقط. حله؟ فهمیدی؟ زهرا هانیه فهمیدید؟ هانیه جان تو هم فهمیدی؟ دمت کن، دمت کن. آقا این از این آقای تاری یه سوال، برای تعیین گروه چه گلی سرمون بگیریم؟ فرار نکن الان قضیه تازه از اینجا به بعد خوشگل میشه. بچه ها برای تعیین گروه بحث خیلی خوشگلی که وجود داره اینه. هم من روش تشریحشو میگم چون تو بعضی از تستا به روش تشریح نیاز دارید، هم روش تستیشو میگم. روش تستیش باز بدون نیاز به آرایش الکترونیه. تعیین گروه آرایش الکترونی بلدیسی فد سره. روش تشریحش تو سه نکته جمع میشه. نکته اول
چرا تشریحی رو میگم؟ برای امتحان مدرسه نیست، برای حل تسته. چون بعضی از تست های مفهومی نیاز به روش تشریحی داره. بچا من هم تشریحی ها رو بهتون میگم که مفهوم رو یاد بگیرید، هم تستی رو بهتون میگم، چون میدونی که و روش تستی هم بهتون میگم که باگ نداشته باشه. مشکل یه استاد فیزیکی بود، استاد بزرگ و قابل احترامیه، میگفت روش تستی که باگ نباید داشته باشه. واقعا هم همینطوری، یعنی بتونی توی هر سوالی ازش استفاده کنی و قابل اثبات باشه. برم اول روش تشریحی رو بگم بعد برم تستی. نکته اول، توی آرایش الکترونی روش تشریحی این بود: اگر آرایش الکترونی به اس ختم شود، تعداد الکترون اس شماره گروه است. اگر آرایش الکترونی به اس ختم شود، تعداد الکترون اس چی؟ شماره گروه. مثالش هم بالا داشتیم. آقا نگاه کن، اینجا سدیم 11 به اس ختم شده، تعداد الکترون اس چند تا است؟ یه دونه. پس من نتیجه میگیرم گروه یک. منیزیم 12 به اس ختم شده، تعداد الکترون اس دو تاست، پس من میگم گروه دوه. پس اگر آرایش الکترونی رسم کردی به اس ختم شد، تعداد الکترون اس میشه شماره گروه. داستان بعد، اگر آرایش الکترونی به اس و دی ختم شد، جمع الکترون اس و دی شماره گروه است. اگر به اس و دی ختم شد، جمع الکترون اس و دی شماره گروهه. اگر به اس و دی ختم شد، جمع الکترون اس و دی شماره گروه. نگاه کن، الان به اس و دی ختم شده، به اس و دی ختم شده باشه، جمع الکترون اس و دی شماره گروه میشه گروه چند؟ 12. نگاه کن، به اس و دی ختم شده، جمع الکترون اس و دی شماره گروه، سی دی 48 میشه گروه 12. آقا افی 26 به اس و دی ختم شده، جمع الکترون اس و دی شماره گروهه گروه 8. تموم شد. روش تستیش مونده، فرار نکنی. 3، اگر آرایش الکترونی به پی ختم شود، جمع الکترون پی با عدد 12 شماره گروه است. اگر آرایش الکترون به پی ختم شود، جمع الکترون پی با عدد 12 شماره گروه. اگر آرایش الکترون به پی ختم شود، جمع الکترون پی با عدد 12 شماره گروه. نگاه کن، الان اینجا آرایش الکترون به پی ختم شده، پی 3 تا الکترون داره، جمع الکترون پی با عدد 12 شماره گروهه میشه گروه چند؟ 15. آرایش الکترون به پی ختم شده، جمع الکترون پی با عدد 12 شماره گروهه، پی 2 تا داره میشه گروه 14. قل قشنگ گروه 14 دیگه. یود، همه میدونیم یود گروه 17 هالوژنه، به پی ختم شده، جمع الکترون پی با عدد 12 میشه شماره گروه، میشه گروه 17. 5 تا بالا بی 12 17. آقای طاهری سلطان، سر جلسه کنکور سراسری زمان مگه مهم نیست؟ تایم مگه مهم نیست؟ من میخوام تعیین گروه کنم، 10 ساعت باید بیام آرایش الکترونی رسم کنم، مگه دیوانم؟ چه گلی سرمون بگیریم؟ شما شاگرد منی، باید سرعتت بالا باشه، باید مشتی باشی. نگاه کن،
روش دستی. بذار اینا رو پاکش کنم. اینجا شلوغه. اینجا شلوغه. روش دستی. این روش دستی یه شب که داشتم هلوش 7 سال 6 یا 7 سال پیش که داشتم این سوالات رو حل می‌کردم، این روش رو پیدا کردم. سوالات مربوط به این قسمت سرعت تو تعیین گروه خیلی میبره بالا. نگاه کن روش تستی 18 منهای زد مکسیموم منهای زد مینیموم 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 یعنی چی؟ زد مکسیموم یعنی عدد اتمی گاز نجیب بالاتر منهای زد مینیموم عدد اتمی خودش. میخوام تعیین گروه کنم. نگاه کن F26 فقط سرعتتو ببر بالا. نگاه کن اش کن حواسا جمع تعیین گروه کنی. F26 من هم چرا 26ش اونجا گذاشتم 26 بیا اینجا گاز نجیب بالای 26 36 36 منهای 26 میشه چند؟ میشه 10 18 منهای 10 8 گروه 8 SN 50 بالا گفتم گروه چنده؟ گروه 14 بریم ببینیم جواب میده یا نه. 50 گاز نجیب بالاش میشه 54 54 منهای 50 میشه 4 18 منهای 4 گروه 14 تموم شد. تمام یود 53 آی 53 18 منهای زد مکسیموم منهای زد مینیموم گاز نجیب بالاش 54 منهای 53 میشه 1 18 منهای 1 گروه 17 تموم شد. هر عنصری دیگه میخوای به راحتی تعیین گروه کن. عنصر میگم تعیین گروه کنید سریع. یک کاغذ قلم دم دستت باشه تعیین گروه کن. تالیوم 73 گروه چنده؟ تالیوم 73 گروه چنده؟ سری بگو 18 منهای زد ماکسیموم منهای زد مینیموم گاز نجیب بالای 73 منهای خود 73 بعد 18 رو ازش کم کن یعنی از 18 کمش کن. گروه چنده؟ بالاش میشه 86 86 منهای 73 آهان به 86 منهای 73 میشه 13 18 منهای 13 گروه 5 دمت گرم 30 و 29 بگو ببینم گروه چنده. مثل 29 گروه چنده؟ این مثل لعنتی که استثناء هم بود الان به استثناءش کار نداشته باشه. این به این فرمول به استثناء هم جواب میده ربطی نهاره اصلا. ماشالله 36 منهای 29 میشه 7 18 منهای 7 میشه 11 دمتون گرم بچه ها تعیین گروه همه یاد گرفتن اوکیید؟ اونایی که تعیین گروه یاد گرفتن اوکی بزنن. انرژی بالا اوکی ها رو بپاش تو صفحه بقیه. خب برم تست بزنم. انرژی بالاست برم تست بزنم. اگه انرژی بالاست میخوای برم تست بزنم یه کار رو بزن. اینطوری قبول نیست. اینطوری من تست نمیزنم. باید انرژیت بالا باشه.
آره آره بریم تو سیستم. خب بریم سراغ تستا. بریم سراغ تستام ببینیم چه خبره. تست شماره 25 رو فعلا نگه داریم، بریم تست شماره 27. تست شماره 27 چه تعداد از موارد زیر برای پر کردن جمله داده شده مناسب هستند؟ بچه هر تستو یک دقیقه بهتون زمان میدم، خودتون بزنید گزینه رو میپرسم بعد من حل میکنم. اوکی کاغذ قلم دم دسته. تست 27 زمانو گرفتم، شروع کن. بوده تست 27 رو بزن ببینم، بوده ببینم. هر موقع گفتم گزینه رو اعلام کن اعلام کن، الان نه جامو به دستاری سری گزینه رو لو ندی. هر موقع گفتم دو دقیقه هم به تایم میدم، بودو. جواب گزینه‌ایه؟ جواب رو ببینم. ببینم جواب رو. ببینم. بقیه. خب. بچه‌ها گفتن گزینه دو. چه تعداد از موارد زیر برای پر کردن جمله داده شده مناسب هستن؟ بچه‌ها گفته حد اکثر گنجایش الکترون در لایه جای خالی برابر با جای خالی و تنوع جای خالی جدول شامل جای خالی عنصر از دسته فلان است. آقا من دارم میگم حد اکثر گنجایش الکترون توی لایه چهارم، توی لایه چهارم با فرمول دو این دو بریم جلو، جای این چهار بذار، چهار به توان دو میشه 16، چهار چهار تا 16 تا ضرب در دو میشه 32 تا، درسته؟ پس اینجا 4 باشه 32 باشه و تناوب دوره چهارم جدول دوره شامل 14 عنصر از دسته F، درسته؟ مورد الف درسته یا غلطه؟ مورد الف غلطه. چرا غلطه تینا؟ عنصری که دوره چهار جدول دوره توی تناوب چهار جدول دوره شامل 14 عنصر که F باشن، همچی چیزی درسته؟ نه غلطه. تناوب چهار عناصر واسطه داخلی ما هن. مورد B، چهارم 34، چهار تا دوره چهارم باشن،
جدول دوری شامل ده عنصر که از دسته دی باشن، درسته، واسطه میشن، بهمون درست. پ بچه لایه سوم چند تا الکترون داره؟ 18 تا. بله، طبق رابطه دو اندو 3 به توان 2 میشه 9، ضرب در 2 میشه 18 تا الکترون. بعد تناوب سوم هم دقیقا میشه 3 دی که 10 تا الکترونشون از دسته دی باشن، 10 تا عنصرشون، دقیقا هم چه حالتی هم وجود داره. حالا اگر لایه 3 باشه، 18 تا باشه، سوم باشه، شامل 6 عنصر از دسته پی باشه، همچین چیزی نیست. پی ها اصلا همچین اتفاقی براشون نمیفته. پس مورد تم غلطه، ب و پ صحیح. دو مورد. بریم تست بعدی. تست بعدی که انتخاب کنیم بزنیم همه با هم، این تسته. کدام یک از آرایش الکترونی فشرده زیر درست نیست؟ این تست رو برم. نه، بیا تست 33. در کدام گزینه عنصرهای هر یک از دسته S, P, D وجود دارد؟ دسته S یعنی آرایش الکترونی به S خط شده باشه، P یعنی P، D هم یعنی به D خط شده باشه. تست 33، در کدام گزینه عنصرهای هر یک از دسته های S و P و D وجود دارد؟ یعنی هم S هن، هم P هن، هم D هن، هم F هن. F که نگفته، هم S هن، هم P هن، هم D هن. هم، بله بله هانیه، هم جدول، که جدول اجبارتون میکنم جلسه بعدی حفظ کنید، با هم حفظ میکنیم. و همین که از گازهای نجیب فاصله بینشون میتونی تشخیص بدی. رو جدول جلسه بعدی میریم صحبت میکنیم. بچه سدیم 11 جواب گزینه 4. بچه این تست رو کنید، گفته در کدام گزینه عنصرهای هر یک از دسته های S, P و D وجود دارند؟ یعنی آرایش الکترونی این، اگر به S خط شه دسته S هن، اگر به P خط شن دسته P هن، اگر به D خط شن دسته D هن. اتفاق نظر بچه ها گزینه 4ه. بریم گزینه 4 رو امتحان کنیم. منیزیم 12 آرایش الکترونیش می شد 1s2 2s2 2p 6 3s2، دقیقا به S خط شده، پس این میشه دسته S. آرگون 18، آرگون 18 گاز نجیب گروه 18 توی دسته Pه، به P هم خط میشه. نگاه کن، آرگون 18 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6، الان شد 18 تا الکترون، به P خط شده، پس دسته P. آرسنیک 33 آرایشش رو رسم کنیم. عدد تله قبلش 4s2 20، اول 4s، بعد 3d 3d 10، بعد از s و d نوبت p می شود، 4p 3. اینم که به p خط شد، پس گزینه 4 غلطه. گزینه 4 جواب ما نیست. بریم گزینه 1 رو امتحان کنیم. سدیم 11. سدیم 11 آرایش الکترونی 11 دقیقاً این میشه. آرایش الکترونی 11 Ni 11 میشه 1s2 2s2 2p 6 3s1، به S خط شده، پس این میشه دسته S. بره پنج آرایشش میشه 1s2 2s2 4 تا 3p 1 5 تا، به P خط شد، پس میشه دسته P. Fe 26 آرایش الکترونیش 4s2 20 تا 3d 6، به D خط شد، دسته D. جواب گزینه 1. حله؟ تست 23 رو کسی مشکل نداره؟ اونایی که مشکل نداره یک بزنه. تست 33 مشکل نیست، یک بزن. مشکل داری دو بزن.
بریم تست بعدی. تست 34. اگر آرایش الکترونی عنصری به 4 است و 3 دی 3 خط شود، این عنصر در کدام گروه و دوره قرار دارد؟ سریع جواب بده ببینم. آرایش به این خط شده، گروه و دوره چنده؟ بقیه گزینه رو بگو، نگاه کن، من میبینم بزرگترین شماره این چهاره، پس میشه دوره چهار. به اس و دی خط شده بود، روش تشریح بده، اس و دی خط میشه جمع الکترون، اس و دی میشه شماره گروه، میشه گروه پنج، دوره چهار گروه پنج. جواب گزینه دو. حله؟ برام تست بعدی. تست رو یه ذره سخت‌ترش کنیم. سی. چه تعداد از عبارت‌های زیر نادرست است؟ دو دقیقه به تایم میدم تست سی رو حل کن. بده ببینم. تست سی. دو دقیقه تایم میدم حلش کن. بده ماشاءالله. دو دقیقه تایم دادم تست حل کنی. تست شماره سی. خب جواب سلطان جواب بده ببینم. دو هانیه دو، کیمیا دو، سرابال حواسا جان. بچه مورد رو با هم چک کنیم. گفته اگر آرایش الکترونی 1 است و 2 است و 2 پی 6، 3 است و 3 پی 6، 3 دی 5، 4 است و الکترون موجود در زیر لایه های S و 4 S. من رنگم رو عوض کنم. و سدی رفتار اتم های شیمیایی تعیین میکنه. بچه ها یادتون باشه، من ولی سوال دارم، این مورد درسته یا نادرسته؟ درست کیا میگن درسته، کیا میگن نادرسته؟ جمله اول درسته یا نادرسته؟ سریع جواب بده، وقت رو نگیر. دقیقا بچه ها درسته. چرا؟ چون دو زیر لایه آخر لایه های ظرفیت ما هستن. از لایه ظرفیت الکترون کنده میشه یا لایه ظرفیت الکترون بهش اضافه میشه، لایه ظرفیتی که الکترون به اشتراک میذاره، لایه های ظرفیت هنگه باعث پیوند کوالنسی ایونی میشن. بله، رفتار شیمیایی رو S و D تعیین میکنه. کاملا درست. بعدی، با استفاده از قاعده آفا میتونم آرایش الکترون 36 عنصر نخست بجز کروم و مس را به خوبی پیش بینی کرد. درسته یا غلطه؟ سریع جواب بده ببینم. نخوابی یا نترس جواب بده. بله درسته. ما قاعده آفا همون روش آرایش الکترونی مونه که گفتیم کروم 24 و سیو 29 ما استثناء بودن. پس اینم درسته. ترتیب سطح انرژی زیر لایه ها به صورت این است. میگه انرژی زیر لایه ها ترتیبشون اینه. درسته یا غلطه؟ چرا غلط؟ دلیل بگید.
بچه همیشه یادتون باشه انرژی زیلایه هایی که همیشه از هسته دورتر میشن بیشتره یا کمتر؟ بیشتر. هرچی لایه و زیلایه به هسته نزدیکتر پایداری بیشتر، هرچی دورتر میشه انرژیشون بیشتر میشه. پس قاعدتا تو این ترتیب ما شیشس باید بزرگتر باشه، شیشس باید بزرگتر باشه نسبت به بعد پنج دی، بعد پنج پی و بعد چاره. پس این روش این غلطه. تمام زیرلایه های یک الکترون قبل از پر شدن با الکترون انرژی یکسانی دارن. غلطه. زیرلایه ها اصلا با هسته ارتباط دارن، ربطی به اون داستان نداره. الکترون ها پس از پر کردن یک لایه به لایه دیگر میرن و آن را اشغال میکنند. نه، گفتم ترتیبا به هم میریزه. از زیلایه اولا کلمه لایه اشتباه، از زیلایه به زیلایه دیگه میرن، بعد تازه ترتیب اینا به ترتیب نیست. اینم غلطه. پس کلا دو مورد درست داشتیم. بریم سراغ تست شماره 31. آرایش کدام یک از آرایش الکترونی فشرده زیر درست نیست؟ آرایش الکترونی فشرده. تست خودم حل میکنم، وقتمون گرفته نشه. نگاه کن، جرمانیوم 32، گاز نجیب قبلش آرگون، بعد 420 تا، بعد 310 میشه 30 تا، بعد از 430 باید چی پرشه؟ 4P پرشه، 4P2. این چرا 2P2 رو پر کرده؟ پس این غلطه. جواب اینه. بریم ببینیم بقیه درستن. 44 کریپتون 36 5 است و 38 تا 38 4 دی 6. بله این درسته. استرانسیوم 38 آرگون 18 رو گذاشته، باید می اومد کریپتون میذاشت، ولی حالا ببینیم ادامش درسته یا نه. 4 است و 20 تا 30 تا، بعد گفتیم 5 است و 38 تا، اول 5 است بعد 4 دی. اینم غلط شد. ZNC آرگون 18 420 تا، این درسته. بچه تو این تستمون یه اشتباه تایپی داریم. این اشتباه تایپی باید درست شه، تو جزوتون درست کنید. این 4P2 نه 2P2. پس در واقع میتونم بگم گزینه 2 ما کاملا درست، گزینه 1 ما کاملا درسته. جواب نادرست بشه گزینه 3، چون اصلا باید با گاز نجیب فشرده کریپتون 36 شروع میکرد، بعدش هم بعد از 5 است باید 4 دی رو پر کنه، این اومده 4 پی رو پر کرده. پس غلطه. تست شماره 31 کسی سوالی نداره. بریم تست بعد. بریم تست بعد. آره بچه تست قبلی هم گفته که کدوم تعداد نادرسته، میشه گزینه 3. حواستون باشه ما درست ها رو زدیم 2. تست بعدی. تست آخر. یه تست خوب انتخاب کنیم برای آخرین قسمت. گفته آخرین الکترون اسکاندیوم 31 به کدام زیرلایه وارد می شود؟ اسکاندیوم 31 اسکاندیوم 21 اسی 21 میشه 4 است و 20 تا 3 دی 1 به دی وارد میشه. تست بعدی. یه وقت داریم یه تست دیگه هم بزنیم. در اتم کلسیوم 20 چند زیرلایه از الکترون اشغال شده و این عنصر داره چند چند زیلایه از الکترونش خالج شده و این عنصر در حالت پایه یکی از الکترون هایی به الکترون دیگر انتقال می‌یابد. تست شماره 40. این اشتباه تایپی ریز داره. اینا نگه داریم بریم تست بعد. سی هفته بزنیم. کدام سه گونه شیمی آرایش الکترونی یکسانی دارن؟ کدام سه گونه شیمیایی آرایش الکترونی یکسانی دارن؟
آرایش الکترونیشون برابر میشه. آرایش الکترونی یون هاست. تستو بزن ببینم. تستو بزن ببینم. سراسری تجربه 92. جواب گزینه ای؟ جواب گزینه ای؟ بچه یود گزینه یک رو ببین. زمانی که میگه کدام سه گونه شیمیایی آرایش الکترونی یکسانی داره، یعنی آرایش الکترونیش رسم میشه مثل هم میشن. مرسی زهرا. جواب ما گزینه یکه. چرا؟ یود رو نگاه کن. آیه منفی 53 یه دونه الکترون گرفته، گفتم آنیون باشه بار منفی 53 به علاوه 1 میشه چند؟ 54. یعنی من باید بیام آرایش الکترونی عدد اتمی 54 رو رسم کنم. بعد خودش گفته زنون 54، یعنی آرایش الکترونی این با این چی میشه؟ برابر میشه. بعد گفته سزیوم 55 که الکترون از دست میده، سزیوم 55، بیام آرایش الکترونی سزیوم رو رسم کنیم. عدد تله قبل از سزیوم چنده؟ عدد تله قبل از سزیوم 5 استو. 5 استو 38 تا. اول 5 است. بعد چی؟ 4 دی. 4 دی 10 48 تا. بعد از استو دی نوبت پی میشه. شماره لایه پی باعث هم برابره. 48 چند تا بگیره؟ چند تا بگیره تا تبدیل شه به جلوترش بره، به گاز نجیب بعدیش برسه؟ میشه چند؟ 6 تا. 6 تا بگیره 50 38 با 10 48 با 6 تا میشه 54 تا، که یه دونه الکترون هم بگیره 6 31. بچه یه بار مثبت، یعنی این یه دونه رو از دست میده، این یه دونه رو از دست بده قشنگ به همین خط میشه که دقیقاً از زنون 54 به این خط میشه. 38 با 10 48، 6 تا بگیره میشه چند تا؟ 54 تا. پس این سه تا آرایش الکترونیاشون مثل هم میشن، کاملا شبیه به هم میشن. خب ساعت 10:30، 10:26 دقیقه است. برای امروز دیگه کافیه. کل آرایش الکترونی جمع شد، اما به این قسمت محدود نمیشه. آرایش الکترونی یه قسمتی در رابطه با جدول تناوبی داره، یه سری نکات از جدول تناوبی داریم، حفظ جدول تناوبی و یه سری ویژگی های جدول تناوبی که جلسه بعدی با هم بحث میکنیم روش، و بعد تستای دیگه آرایش الکترونی که با جدول تناوبی ترکیبی میشه رو جلسه بعدی حل میکنیم. هر جلسه این روال تستنیمون وجود داره. بچه های ثبت نامی کلاسمون برای جلسه بعدی همتون حتما تستای مربوط به آرایش الکترونی از کتابی که من توصیه کنم بهتون، کتاب نشر الگوه، از کتاب نشر الگو شیمی 10 فصل 1 آرایش الکترونی تعیین دوره تعیین گروه آرایش الکترونی حتما بزنید. جلسه بعدی شنبه بعدی با انرژی سر کلاس بیاید، قراره بهتر کنیم. بچه ها جلسه بعدی جرم اتمی میانگین داریم، ایزوتوپ ها رو داریم، جدول تناوبی رو داریم، خیلی کار داریم. هر چقدر جمعیت کلاس بیشتر باشه، انرژی کلاس بیشتر باشه، قاعدتاً خوشگل‌تر میتونیم پیش بریم، چون هم رقابتمون بیشتر هم انگیزه من بیشتر. میبینی که من سر کلاس درسان جنازم میره بیرون، انقدر داد میزنم. دم همتون گرم، خیلی حال کردیم. مراقب خودتون باشید. یا حق.